اخراج مورگان شوستر از ایران. ویلیام مورگان شوستر حقوقدان، زاده 1877 در واشنگتن و در گذشته 1960 در نیویورک است. در سال 1910 در آستانه ورود به سده 1300 شمسی، زمانی که دولت ایران در کشاکش مبارزات مشروطه خواهان و نیروهای شکست خورده محمد علی شاه و عزل او، نشستن احمد شاه به تخت پادشاهی و انتخاب عزت‌الملک به عنوان نایب السلطنه و همچنین تشکیل مجلس دوم شورای ملی بود، وزیر خود مختار دولت خواستار یک هیئت مستشاری برای رسیدگی و اصلاحات امور مالی و اقتصادی از دولت آمریکا شد. این هیئت به سرکردگی مورگان شوستر با همراهی چندین تن دیگر به پیشنهاد ویلیام هاوارد رئیس جمهور وقت آمریکا به دولت ایران معرفی شد. ایران در آن روزها همزمان با مسائل و درگیری‌های داخلی، با ورود و اشغال انگلیسی‌ها از جنوب و روس‌ها از شمال نیز دست و پنجه نرم می‌کرد. شوستر در سال 1911 میلادی کار خود را آغاز نمود و طی مدت کوتاهی مجلس ایران کلیه اختیارات مالی را به او سپرد. این امر موجب بدبینی و نارضایتی دو دولت انگلیس و روس نسبت به او شد. اما شوستر با بی‌اعتنایی به نظر این جبهه‌های مخالف کار خود را با دقت و تعهد مخصوص به خود انجام می‌داد. وی گام‌های مهمی در جهت بهبودی اوضاع مالیات‌ها و گمرکات که به عنوان منابع اصلی درآمد دولت ایران بود برداشت. با جریان شورش شاه و سلطنه برادر محمد علی شاه و ادعای پادشاهی او، شوستر دستور ضبط املاک شاه و سلطنه را صادر و برای اجرای این حکم پافشاری کرد و این امر به درگیری با نیروهای قزاق روس انجامید. در جریان این درگیری‌ها دولت ایران برای درخواست کمک به انگلیسی‌ها متوسل شد و انگلیس برخلاف آن در پشتیبانی از روسیه برآمد و دولت ایران مجبور به پذیرش و سازش با این دول مذکور شد. شرایط پیشنهادی قوای روس به ایران از این قرار بود: اخراج مستر شوستر و هیئت همراه او از ایران، تعهد دولت ایران مبنی بر اینکه حق انتخاب مأمورین غیر خودی را برای ارائه خدمات به دولت بدون اجازه سفرای روس و انگلیس نخواهد داشت و نیز تأمین خسارت ناشی از لشکرکشی روسیه به ایران. بنابر التیماتوم، قشون روس برای لشکرکشی به نواحی داخلی تر ایران و اخراج شوستر طی 6 روز در نهایت با نارضایتی اکثریت مجلس، رئیس و باقی اعضای دولت برخلاف قانون مجلس را تعطیل اعلام نموده و دستور اخراج مورگان شوستر را پس از گذشت 8 ماه از ورودش به ایران و کار در خزانه داری در بهمن 1290 صادر کرد. او در 23 اسفند همان سال از ایران اخراج شد. شوستر پس از ترک ایران و بازگشت به آمریکا، کتابی تحت عنوان اختناق ایران منتشر کرد. در این کتاب به بسط و شرح وضعیت مالیاتی ایران در اداره امور کشوری پرداخت و تاکید کرد که تا سازمان مالیاتی در ایران به طریق درست عمل نیاید، مشکلات زمامداری امور همان گونه پابرجا خواهد ماند.